در واژه شهر و شهر میتونیم چند معنا رو در نظر بگیریم. یکی این که آشوبی که در شهر میفته و باید رنگ شهر و شهر با اون حالت شاد و ریتم رقصآور و محرکش وقتی نواخته میشه میتونه در شهر آشوب بیفکنه. از این منظر میشه به شهر و شهر نگاه کرد. اما در لغت شهرآشوب به معنی زن فتنه‌گر یا فتانه یا زن اغواگر، زن افسونگر هستش. شاید این شهرآشوب در معنی همین زن افسونگر باشه، زنی که با زیبایی و دلبری افراد رو مسحور خودش میکنه. این رنگ هم واقعا این انرژی رو داره. حلالی طغرتایی میگه که ماه شهرآشوب من هرگه به راهی بگذرد، شهر پر قوغا شود چونان که ماهی بگذرد. اما شهرآشوب در شعر به نوعی از شعر گفته میشه که در اون به صنعتگران و پیشه‌وران پرداخته بشه و در مدح و ذم اونها صحبت بشه که بیشتر در مدح اونهاست. البته نوعی شهرآشوب هم داریم که در مدح یا نکوهش اهالی یک شهر یا یک روستا ساخته شده. از جمله شاعرانی که به این سبک و سیاق پرداختن مهستی گنجوی است. شهرآشوب ها معمولا در قالب های مختلف سروده می شدن، اما بیشترین اونها رباعی است. قصیده، غزل، قطعه، مثنوی از جمله قالب‌هایی است که شهرآشوب در اونها ساخته میشد. نام دیگه شهرآشوب‌ها شهرانگیز، دهرآشوب، عالم‌آشوب و فلک‌انگیز هم بوده. به عنوان نمونه از مهستی گنجوی یک شعری درباره نعلبند، کسی که به شغل نعلبندی می‌پرداخته هست، به این شکل که آن کودک نعلبند داسن در دست چون نعل بر اسب بست از پای نشست. زین نادره تر که دید در عالم پست، بدری به سم اسب هلالی بربست. خود رنگ به معنی رقص در زبان هندی هست و این واژه در احتمالا از زمانی که مناسبات بین ایرانیان و هندی ها در دوره نادرشاه افشار بسیار زیاد شد، احتمالا به موسیقی ایران راه پیدا کرده، مثل راک که از واژه راگای هندی به موسیقی ایرانی اومد. رنگ کلن به قطعاتی میگن که برای موسیقی رقص استفاده میشه و این رنگ شهرآشوب که در دستگاه های مختلف میشه اون رو اجرا کرد و با رعایت اکثر قواعد و رعایت این ریتم و این فرم میتونیم ما در ماهور، چهارگاه، شور، راست پنجگاه و حتی در همایون و دستگاه های دیگه هم اون رو اجرا کنیم. رنگ شهرآشوب بلند ترین قطعه و رنگ در موسیقی ایرانی به شمار میره. استاد فرامرز پایور برای اون 33 بخش قائل شده و اون رو با 33 بخش عنوان کرده با اسامی مختلفی از جمله گلریزان، پروانه یا پروانه کبیر، رهاوی، زیرکش سلمک، سلمک، شهناز، رضوی، بیات ترک یا پروانه صغیر، افشاری، رقص چوبی و قرائی، دشتی، دشتستانی، حاجیانی، رنگ مات، دستان العرب، ابو عطا، حجاز، پا ارمنی، اوج اول، اوج ثانی، اوج ثالث، چرا مخمل نمی پوشی، چرا با ما نمی جوشی و فرود، هشتری، پروانه هشتری و خاتمه. شهرآشوب رنگی است که به اکثر گوشه های دستگاه می پردازه و حتی گوشه های جدیدی رو که در خود ردیف بهشون نپرداختیم می تونه معرفی کنه و از این لحاظ به نوعی دوره‌ای بر گوشه‌های مختلف دستگاه
و حتی مقام گردانی و پرده گردانی است.